زندگی و آموزش. صحت و زندگی. دیدم یک کنه رو دست مرام بده پین انداختم، با خودم گفتم شاید همی کنه مر مریض کنه. زندی و میان مردینم فیلمت زر بست خون جمع شده. شنونده عزیز سلام، برنامه ی هفته صحت و زندگی اختصاص داده شده به نشانه ها، مشکلات، علت ها و پیشگیری از بیماری کانگو. احصای دقیق بیمارای کانگو در افغانستان معلوم نیست، اما در سال جاری الا ماه سنبله حدود 154 بیمار کانگو تنها در شفاخانه حوزوی هرات جهت تداوی مراجعه کرده بودند. ایکه نشانه ها و مشکلات بیماری کانگو کدام هاست؟ همکار ما محمد عارف رحیمی با ایده از مردم و یک تن دکتر صحبت کرده که با هم مشنویم. خود معرفی میکنی؟ نوید احمد احمدی هم از ولایت هرات. کی بود که مریضی کانگو داشت؟ ما مریضی کانگو هم میگیم تب کشنده هم میگن. بچه همه من مبتلا شده بود که به مدت دو هفته به تداوی شدید در شفاخانه حوزوی هرات بستر بود. شنوینده عزیز، ما در شهر هرات در شفاخانه حوزوی آمدیم، در وارد کانگو هستیم که اینجا چند نفر از مریضای کانگو بستری هستند. میخواییم با ایشان صحبتهای داشته باشیم. نام شما؟ سیاگول. مریضی ما در خود مکنه فهمیدون ما امتونه سند و سغون درد، کمر درد، سر درد این مریضی بهم پیداش. سه روز به خونه اموته بودم، باز بیامادیم بزنید. اشتیاهتان چطور بود و تب و سردردی داشتی؟ دل بد بودم، اشتیاه هیچی نداشتم، یک چکه ایم نمخوردم. از بینی مهمالیم تا یک چکه خون خشکی بیاماد. او روزم خشکی تنیک خون ریزی داشته باشه. بی حال بودم، دلشورا بودم، بخی نمفهمیدم که من اشتیاه را مرون چکار میکنم. زندی هم یا مردی نمفهمید. زر پست خون جمع شده. خب در خانه اولاد داره؟ 5 تا اولاد دارم، ولی یک طفلک سینگی دارم که امتحانش مبسونیونه. دیشب تا صبح گریه کرده، مال بابایم گورتو کرده. ما از بخش زنانه در بخش مردانه آمدیم و میخواییم با یک تن از مریضایی که تب خونده یا کانگو داره امرایشان صحبت های داشته باشیم. کوکو اجازه است؟ سلام علیکم. نامتان میگن؟ نامم جلال الدین، از ولایت هرات ولسوالی انجیل قریه کبابیم. مریضی ما همی تب خوندهنده است. چقدر وقت میشه که شما مریض شدی؟ روز پنجم بستر. یه علائم مریضی تان چی قسم بود؟ اول مریضی ما این بود در وقتی که تازه شروع میشه، اول دل آدم سوس میشه، بعد از او تب میگیره، سردرد میگیره، کمردرد، پادرد میگیره. خون ریزیم داشتی کمجا؟ خون ریزیم من نداشت. چون ما تجربه از ایزشتون ما دیده بودم، زودتر مراجعه کردم بیمارستان. شما تجربه از کجا داشتی و چی مراجعه؟ یکم شیری من چند سال پیش همچی برنامه سر از او مریضی از او خیلی هم پیشرفته شده و جلوتر هم زنگ زد با هم صحبت کردیم. چی قسم پیشرفت که کده بود؟ چی مشکلات داشت؟ خون ریزی برای پیش آمد، او وقت مراجعه کردیم، استفراغ هم میکرد، از دماغ خون میامد، زیر پوست سیاه شده بود، داخل گوشای زیر پوست سیاه شده بود، پشت چشمای زیر پوست سیاه شده بود، کمر سیاه شده بود، زانوهای کبود شده بود. او 13 روز بستر بود. شنونده های عزیز، در وارد انتانی با مسئول امی بخش انتانی هستیم تا میخواییم امرایشان صحبت های داشته باشیم. در آغاز پرسان معرفت میکنیم. دکتر عبدالمبین نبیزه ترکی. اعراض و علائم یا نشانه های مریضی کانگو کدام هست؟ اولین اعراض و علائم از او همون تب، جاندردی، سردردی، بی‌اشتیاهی. اگر مریضیشان پیشرفت بکنه باز دچار کدام مشکلات میشه و چقدر خطرناک می باشه؟ در صورتی که مریض اگر دیر مراجعه میکنه و یا هم تاخیر در تداوی باشه، همونه که صفحه خونریزی اینه. میتونه خونریزی از خون بینی باشه، خون از دهن بیه، از بره ها باشه، میتونه با استفراغ خون بیه، میتونه با مواد قاعده ادرار خون بیه و هم میتونه زیر پوست ما شما خونریزی مشاهده کنه. و در صفحه خونریزی وقتی که مریض مراجعه میکنه، وضعیت عمومی از اونها خراب، سبب مرگ و میر مریضا میشه. تب، گنسیت، بیحالی، سردردی، جاندردی، درد شکم، اسهالات و استفراغات نشانه های اولی بیماری کانگو میباشند. اگر این بیماری پیشرفته شود، آمدن خون از بینی
و خونریزی زیر جل رحم و امرا دارم. حال باید بدانیم که علتهای بیماری تب خونده یا کانگو چی هاست؟ مریضی کانگو ما رو گرفته. خود ما نفهمیدم زخمم نشده ایچا دستامه. که ما یک روز داخل خونه بودم دیدم یک کنه رو دستم را میره. پین انداختم. با خودم گفتم شاید همی کنه مر مریض کنه. چون همیشه تبلیغات از این داشتم. چند روز از این گفت تیر شده دیدم وضعم خراب و مراجعه کردم بیمارستان. بس در گریبتم. نام مریض کن. پای باسم آده مریضی ازی نمی کانگو میگم. لفظش دکم دیمی مگم تب مالد. گوی دارم و سالی دارم. جای مواشی از نال خدی خونی اتاق دو متر فاصله داره. نام نجم دین است. از ولایت مزار شریف. پسرای است. مال بود تام را کشتم. از همون گرفت مال. دکتر فریدالله متخصص امراض انتانی موظف در شفاخانه انتانی شهر کابل حرفای مردم را تایید کرده و میافزاید در انتقال این بیماری یک اشاره کوچک یا یک نوع کنه نقش مهم دارد. زمانی که این کنه هیالوما انسان را میگزه به بیماری دچار میکند. کسانی که مثلا همراه حیوانات سر و کار دارن یعنی قصاب هستند ذبح میکنن حیوانات زمانی که همراه از افرازات دهن ادرار، مواد فاضله و خون از این حیوانات به تماس میشن میتونن به بیماری خطرناک و کشنده کانگو گرفتار شوند. کسانی که به بیماری کانگو گرفتار است از وسایل شخصی از و دیگر افراد سالم استفاده میکنند میتونن که به بیماری کانگو دچار شوند. و اعراض و علائم نزد از این مریضا تحساس میکنند. لیکن این کنک زمانی که حیوانات وحشی حیوانات اهلی را میگزه او حیوانات هیچ نوع اعراض و علائم نمیداشته باشند. شنونده عزیز، شما برنامه صحت و زندگی را میشنوین که در مؤسسه تعلیمی افغانستان تهیه شده و موضوعش بیماری ویروسی کانگو است. این بیماری در وجود یک نوع کنه موجود می باشد. اگر این کنه حیوان یا انسان را بگزه، به بیماری کانگو مبتلا می شن. کنه در زیر جلد و پشم حیوانات جا می گیره، یه حشره برنگ خرمایی بوده و خالهای سیاه داره. ای که راه های جلوگیری از بیماری کانگو کدام هاست از مردم میشنویم. نام ملک فهد 12 سال است قصابی میکنم. یک بار مرا کانگو هم گرفته. از او تجربه گرفته مرا باید نظافت هم مراحت کنیم. وقت قصابی میکنیم باکس، دسکش، کلا، موزه میپوشیم. عینک هم میپوشیم. وقت که کشتار میکنیم یک گوساله را در بازو را در کشال میکنیم به چنگک. به مدت 4 سال. به خاطر که خون از او بره. بعد از او در دکان ششته میشه با ظرفی یا پودر. جای از کاشی دستا و پاها را دقیقا بعد از کشتار باید بشی. یخچال بخاطر از یکمی گوشت میمونی اگر مثلا کانگو همی داشته باشه بازمم کانگو دمی یخچال که باری گوشتن گم میشه. دکتران اونجا برام گفته بود دستی بونار هم رفته بودیم نگم موزه و کل چیز هم اونجا برام دادم. یک کوشش میکنه بگه بازم کانگو مرا نگیره. نادیه از ولایت میدان وردگ هستم. اول پیش از او که ما گوشت به دیگ تهیه میکنم دستکش میپوشم و بعدا پاک صفا آن را میشویم تا که خون و چرک و چیزا از بینش برن. بعدا با 3 بار با آب میشویم آن را توته توته میکنم. دستکش پوشیدن بسیار زیاد مفید است. جلوگیری ویروس از بدن ما را میکنه. از زمین گوشت مالهای کلان باشد 30 یا 35 دقیقه ما پخته کردیم در دیگ بخار خوب صحیح پخته میشه. در وقتی که از دیگ فارغ شدم دستهای خود را با آب و صابون با بشیرگرم پاک صفا میشویم. نام ما وحید است، باشنده ولایت کابل هستم. 25 سال میشه که در کسب و کار هتل هستم. سر کارم که دمی گوشت و کباب است. خاطر که دیگه خون نمانه بوره بعد یک نیم ساعت 40 دقیقه تر میکنیم. داو باز در یخچال میمونیم. دکترها میگن که بدن می گوشت باید در یخچال بونی کدام مرضی هم که داره او رو میگه از بین میبره. ما پیشبند هم داریم، دستکش هم داریم، ماکس هم داریم. از این چیزا استفاده میکنیم. در وقت که گوشت سر کار داشته باشیم دست بزنیم پخته کنیم کار کنیم که گوشت از این چیزا استفاده میکنیم. تو مایع ظرفشویی داریم، صابون داریم. دست ما رو میشویم، ریم رو میشویم، پای ما رو پاک کنیم میشویم. به خاطر کانگو بدر نگره ما رو خدای نخواسته تا بالا به این رقم واقعا ان شاء الله سر نخوریم. زاجی محمودین. من حاجی محمودین از ولایت کابل هستم. یک گاو، یک گوساله و یک بره دارم. جای مناسب برشان آماده کردیم. گاوخانه جور کردیم. کلکنی کلان داره و از طرف روز شای آفتاب میتابه.
به خاطر که در وجودشان حشره و خزنده پیدا نشه، از طرف روز هفته یک بار اونا را خرخره می کنم و بعد دستای خود همراه صابون پاک صفا می شویم. سوراخ ها و دیوارای گاوخانه را کاغل کردیم و 10 سال میشه که گاوها را نگهداری می کنم تا اکنون مریض نشدیم. که مریضی و تکلیف در شاینه جی پیدا سوین. ایده از قصابان در موقع ذبح و یا تماس با حیوانات از وسایل محافظوی مانند ماسک و دستکش استفاده کردن و تانستن تا حد زیاد از سرایت ای بیماری به بدن خود جلوگیری کنند. در این مورد دکتر نبیزی بیشتر معلومات میتن. بهترین راه جلوگیری برای کسایی که از حیوانات نگهداری میکنن و دامداری دارن و حیوانات از اون مناطقی که زندگی میکنن دور نگاه دارن و همچنین برای کسایی که حیوانات خود نگاه میکنن، همون طویله هایی که حیوانات نگهداری میشه باید طویله ها تمام داخل از اون سوراخ ها و اینا گرفته باشه، به خاطر که وقتی که خود کنه میره اونجا تخم گذاری میکنه و رشد میکنه که باید تمام داخل همون خود طویله ها اینا پلستر شه. اگر نتونن حداقل کاغل بشه که همون سوراخ ها بسته شه که دیگه کنه اونجا نشو و نما و تکسر نکنه. کسایی که مثلا سلاخن قصابن، اونا باید از این وسایل محافظتی که از قبیل عینک و دستکش و پیشبند و موزه و اینا استفاده کنن و همچنین خانوم های خانه و کسایی که با گوشت مصرف میکنن، پیش از این که مثلا گوشت پخته کنن باید دستکش داشته باشن و وقتی که گوشت میشوین تا وقتی که آماده میکنن و دیگ میکنن باید دستکش داشته باشن و از وسایل محافظتی استفاده کنن به خاطر که از این مریضی به امان باشن. شنونده عزیز، برنامه صحت و زندگی را که شنیدین همکار ما محمد عارف رحیمی در مؤسسه تعلیمی افغانستان تهیه کرده بود که من وحید صابر تقدیمتان کردم.